سلامی چوبوی خوش آشنایی محضر شما آشنایان ره اندیشه و آگاهی در برنامه شامگاهی صفحه یک با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک سخن یک رو میگشاییم در امشب سهشنبه هفدهم دیماه ایرانی برابر با هفتم ژانویه 2020 میلادی خب اهم مطالب منتخب همه خبرها و نظرها کماکان ایران تحت تأثیر واقعه کشته شدن آقای سردار قاسم سلیمانی است و تمامی رسانه های اصلی یا به تعبیری مین استریم ها جز این موضوع به سایر مسائل اشارتی نمی کنند و نمی پردزند. با این توصیف بایستی اشاره کنم که امروز گوییات هشعی جنازه سردار قاسم سلیمانی در شهر کرمان زادگاه ایشان صورت گرفته که آن هم با حجم انبوه خبرها و نظرها از سوی رسانه های داخل ایران مواجه بوده در کنار این رویداد دیگر مسائل از جمله خروج کامل ایران از موافقت نامه برجام نیز بر صدر برخی از رسانه ها جای داشت کاستی ها، ها و نارزایی،, های اجتماعی و اقتصادی در ایران فعلا تا اطلاع ثانوی تحت تاثیر واقعه کشته شدن آقای سردار قاسم سلیمانی قرار گرفته است با این کوتاه اشاره نخست نگاهی خواهم داشت به صفحه یک برخی از روزنامه های اصلی چاپ تهران هرچند در رابطه با آقای سردار قاسم سلیمانی است اما در بین سطور بعضا مطالبی اشاره شده که میتواند به لحاظ تحلیلی واجد بار تحلیلی و خبری باشد با این نگاه همون گونه که شما بینندگان عزیز میبینید صفحات یک همه روزنامه های پرشمارگان چاپ تهران در رابطه با توصیف رشادت ها و همینطور شجاعت های این سردار تازه کشته شده از سوی ایالات متحده امریکا است. همینطور میادین های پرجمعیت تصاویر اصلی صفحات نخست بیشین روزنامه هاست که با عبارات معنادار و بعضن با واژگانی مفهومی سفارایی شده از جمله آرمان ملی در گزارش اصلی خود تحت عنوان جهان حیرت کرد به همین حضور ایرانی ها در تشعی جنازه قاسم سلیمانی پرداخته بود آفتاب اقتصادی در گزارشی تحت عنوان وداع میلیونی تهران با سردار عشق و حماسه به نحوی از آنها تلاش داشت که بر وجه محبوبیت سردار قاسم سلیمانی که بحث عشق و حماسه رو اشاره کرد تأکید کند که البته در خلال برنامه به چرایی جمعیت عظیم حضور یافته در تشعی جنازه این نظامی نزدیک به رهبر ایران خواهیم پرداخت و با لسانی تحلیلی به ماجرا اشاره خواهیم داشت خبرها و نظرها رو کماکان ادامه میدم در رابطه با همین شرح حال تشعی جنازه نسبتا عظیم سردار قاسم سلیمانی که در خیابانهای تهران قوم همینطور امروز کرمان صورت گرفت بحث انتقام خواهی و انتقام صدر رسانه ها رو پر کرده است آفتاب یز رو میبینید که صفحه اصلی خود رو تحت عنوان منتقمین خون حاج قاسم ملتی رو یک پارچه نشان می دهد که با دو پرچم ایران و عراق مزین شده و در واقع منتقمین همان آنها رو انتقام خواهان خون قاسم سلیمانی توصیف می کند روزنامه ابتکار رو می بینیم که با برجسته کردن تصویر و تندیس میدان آزادی با دو واژه شکوه ودا از با شکوه برگزار شدن این تشعی جنازه اشاره کرد اما در این میان برخی از روزنامه ها به طور مشخص و هدفمند از واژه رستاخیز استفاده کرده بودند از جمله آنها روزنامه اخبار صنعت هست که در گزارشی تحت عنوان رستاخیز ملت از وداع چند میلیونی مردم تهران و قم با سردار جانباخته جدید که این روزنامه از آن به عنوان سردار دلها یاد کرده بود یا روزنامه اقتصاد سرآمد نیز همون گونه که شما میبینید با عبارت رستاخیز ملت سفارایی شده بود تجارت هم از رستاخیز ودا با سردار سخن گفت هم شهریان با تکواژه رستاخیز به پیشخانه روزنامه های اصلی کشور شتافت اما از آنجایی که فامیلی آقای سلیمانی خب عباره واژه سلیمان رو دارد برخی از روزنامه ها سعی کردن ایشون رو به نحوی از آنها در مقام تاریخی اسطوره‌ای و قدیسی و قدوسی بالا بکشانند و از ملک سلیمان گفتند یا جمعیتی رو که برای تشعی یا مشاعیت ایشان به خیابان ها آمده بودند ملت سلیمانی خواندند نگین سلیمان نامیدند با همین زمین روزنامه اعتماد رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان ملک سلیمان از شکوه حضور شهروندان ایرانی برای تشعی جنازه این نظامی جان باخته نوشت یا روزنامه سیاست روز رو هم که میبینید چگونه تیت زده نگین خاتم سلیمانی که با هرچه احساسی و توصیفی نگارش سعی دارن که آن رو در واقع مبدع و محور یک جریان سیاسی جدید تو هم با مقداری عرفان و انسانیت به شهروندان نشان دهند یا روزنامه همدلی رو میبینیم که باز با همین تعم و تم سفارایی شده بود مبنی بر اینکه پایتخت سلیمانی شد که بر بار عرفانی موضوع نیست تأکید داشتن یا اصر ایرانیان رو میبینیم که از انتقام خواهی میلیون ها ایرانی در مراسم تشعیه سردار سلیمانی نوشت و گزارش اصلی خود و تحت عنوان 80 میلیون سلیمانی به همین موضوع و ارتباط خونخواهی ایرانیان یا به تعبیری آزردگی جمعی شهروندان ایرانی در رابطه با ترور آقای قاسم سلیمانی نوشت یا به تعبیری 80 میلیون سلیمانی که همون عبارتی که من اشاره کردم نگین سلیمانی ملک سلیمانی 80 میلیون سلیمانی به مسابه یک صفت که در واقع نوعی کانورجنسیته و اجماع خواست این نظامی جان با شهروندان رو سعی داشت برجسته کند اما از جمله موضوعاتی که در تمامی اظهارات نظامیان و همینطور برخی از رسانه های نمود و نمای بالاتر و بیشتری داشت همانا بر وجه هرچه نظامی سازی فضای ایران تأکید می کنند بر وجه انتقام خواهی که نخستین بار دختر سردار قاسم سلیمانی همان دختر ایشان که به هر روی در طول دوازده ساعت گذشته بسیار در شهر شبکه ها تصاویری منتشر شد که این آمریکا ستیز خانه قاسم سلیمانی خود شهروند امریکاست که در یک برنامه دیگری به اون خواهیم پرداخت و قطعا سایر همکاران بنده با موشکافی بیشتر به این ماجرا اند یا خواهند پرداخت. علاوه حال ایشون نخواستیم این دختر آقای همون زینب خانم سلیمانی نخواستیم بار بر ضرورت انتقام خواهی تاکید کرد و آقای حسن نصر الله رو منتقم خون پدر خوا... صدا کرد و ایشان رو عموی مقاوم عموی خود نامید و که بایستی انتقام خون پدر رو بگیرد با این زمینه و مضمون کیهان رو میبینیم که در هرچه نظامی سازی فضا تاکید بیشتر دارد گزارش صفحه که خود و تحت عنوان موعد انتقام نزدیک است همگی بمب ساعتی شده ایم صریحا با واژگان مشخص بر تهدیدآمیز بودن هسته های مقاومت یا به تبیری بمب ساعتی به هر روی اشارت آشکار دارد و به نوعی رجسخانی و حریف خواهی هست که قطعا در این جریان و ماجرا آنچه که هزینه ها پرداخته خواهد شد از سوی ملت ایران خواهند بود وطن امروز هم گزارش اصلی خود را با دو واژه قیام انتقام سفارایی کرد و از حضور میلیونی ایرانی ها در تشییع قاسم سلیمانی اشاره کرد که که به تعبیر این روزنامه بزرگترین اجتماع انسانی سی سال گذشته در ایران رقم خورد جوان هم همون گونه که میبینید در گذارشی تحت عنوان قیام سپاه قدس بر حضور شهروندان انتقام خواه تأکید اکید داشت در رابطه با حضور شهروندان ایرانی از این که خب بایستی پذیرفت در طول چهار دهه یک نظامی تولید فکر و فرهنگ می کند به نفع خیش و یارانی رو جذب می کند امر خیلی قریبی نیست همه خودکامگان هم این قابلیت ها رو بعضا دارند اما به لحاظ علم آماری و جمعیت شناسی به لحاظ محاسبه مساحت و محیط قطعا این آگراندیسمان این برجست سازی این نماد آفرینی رو که رسانه های اصلی نظام جمهوری اسلامی نسبت به اون میکوشند و اقدام میکنند آنقدر هم در زمین واقع و میدان عمل منطبق نخواهد بود نظامی که به هر روی اصل این حضور و همایش های به زم اینان میلیونی خب حکومتی هست پشتوانه حکومت پشت آن هست تبلیغاتش هست سازماندهی هست امکانات لوجستیکی هم هست بایستی آماری رو که حضور نمیابند هم محاسبه کرد اینها یه بود قضیه است که حالا چه اندازه به لحاظ آماری درست باشد این اندازه که اینها دارن بزرگ می کنند از سه روز ازای عمومی تعطیلی مدارس و ده ها مسئله دیگر اما از اینکه خب اتفاقا بایستی برای پیکره از جمهوری اسلامی سوال باشد که چرا برای قاسم سلیمانی این میزان شهروند اومدن ولی برای سرداری دیگری به نام پاسدار قالیباف سه دور انتخابات رد میشه از سوی مردم این تحلیل ها رو بایستی به قیاس تطبیقی نشست و بررسی کرد قطعا خب از جمله نکات نکوی رو که بر قاسم سلیمانی مترتب کردن یا به هر روی برجسته کردن ما شخصا اونقدر آگاهی ندارم رو این حوزه اما چیزی رو که در فضای افکار عمومی ایران اون رو برجسته تر نشان دادن اینکه که ایشون علا رقمی که بازوی نظامی رهبری ایران بوده علا رقمی که بازوی نظامی برون مرزیه آیتالله الله علی خامنه ای در سوریه و شامات و عراق و یمن بوده اما خب اظهار موازه مکرر سیاسی ایشون کمتر به گوش میرسید کمتر به چشم میخورد مثل آقای محسن رضایی نبوده که دم و ساعت و ثانیه بخواد اظهار مهر به ولایت کند و زب در محضر کند هرچند مردم ایران به این موضوع آگاه بودند که ایشون شاخه اصلی عملیات برونمرزی مرزی ای در کشورهای دور و دیر و اطراف و اکناف هست اما عدم حضور مستمرش عدم تأکید اکید و ایانش بر جهدگیری های خب میتواند از جمله نکاتی باشد که چه بسا شهروندان دارن تایید می کنند که کماکان علا رقم ارادتی که میتونیم به آقای قاسم سلیمانی داشته باشیم و برای تشعیش اومدیم کماکان بر دورماندن نظامیان از عرصه سیاست تاکید داریم و بدین روی چه بسا براشون برای عده از ایرانی ها عزیز بوده باشه نکته دیگر این که خب به لحاظ افشای نام بیشمار فسادهای مالی سازمان یافته نام این نظامی کمتر در این عرصه به چشم میخورد عمدتا در بیابانهای یمن و عراق و سوریه دیده میشد که مشغول کار خیش هست و چه بسا این نکته هم نکته باشه که شهروندان رو حول شخصیت ایشان جذب کرده یا به تعبیری به طور تأکیدی اظهار مهر به ایشان کردند. از جمله نکات دیگری که به ذهنم میرسد که نسبت به مهر افزایی شهروندان به این نظامیه جان باخته نقش مهمی داشته باشد خب به هر روی سامانه یه تبلیغات امنیتی نظام بوده که به دفعات در طول سالیان اخیر کوشید که این گونه نشان دهد ایشون به مسابقه یک قهرمان هست که داعشیان متوحش رو از مرزهای ایران دور ساخته و خب این وجه تبلیغاتی هم بی تأثیر نیست ادهی از شهرمندان ایرانی قطعا مورد مهر شهروندان ایرانی واقع می شود و به هر روی نسبت به مدافعان مرزهای خودشون اعم از ارتشی یا هر کسی باشد مهری سنگین تر رو روا می دارند ضمن این که خب به هر روی نحوه ترور ایشون هم تا حدودی به لحاظ شعنی و غروری خدش آفرین بوده و به سبک علا رقم همه اون تبلیغات و پروپاگاندایی که نظام حول این نظامی روا داشت و اعمال کرده بود بسان یک بادکنک ترکید که یه ذره بر پیکره از جامعه ایرانی سنگین اومد که همون پیکره ای که ما در خیابان ها میبینیم همه اینها رو اشاره کنم اینی که ما فرض رو بر این میگیریم که یک میلیون دو میلیون انسان هم اومده باشد ولی شهر تهران نزدیک به پانزده میلیون جمعیت دارد و قطعا دوازده تا سیزده میلیون جمعیت هم نیومده و حد اکثر کماکان با کسانی است که خیلی دل خوشی ندارند و با کسانی است که سعی میکنند که به تعبیری به جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش مشروعیت نبخشن اکثریت با شهروندانی است که در 48 ساعت 1500 نفر کشته شدند و همین نظامیان همینک عزیز شده دنبر نیاوردند درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید همون که به دفعات در طول هفته دو روز اخیر اشاره کردم عمده مطالب و خبرها و نظرها حول چگونگی کشته شدن آقای قاسم سلیمانی طبعات احتمالی بعد از این ترور منطقه‌ای و همینطور نحوه و تعامل شهروندان ایرانی در دراز مدت با کلیت حاکمیت است از جمله کارهایی که جمهوری اسلامی برای به صحنه کشاندن شهروندان در چنین هنگامه‌هایی به اون اقدام می‌کند همانا حضور سازماندهی شده چهره هایی از شهروندان ایرانی است که در شرایط عادی در واقع مقایر معلفه ها و ملاک های ارزش حاکم در نظام جمهوری اسلامی هست همان گونه که در بسیاری از این تصاویر میبینید حضور گاه و بیگاه زنان ایرانی در این سطح و با این پوشش برای 22 بهمن یا روز جهانی موسوم به قدس یا تشعی جنازه یک نظامی تازه جان باخته همه اینها نشانه هایی است که جمهوری اسلامی به گاه لزوم از اون ارزشهای های پیشینی خود عبور می کند تا به نحوی به ارزشهای های تازه تری دست یابد یا به شهروندان بیشین و بیشماری اعلام کند که مثلا سردار قاسم سلیمانی یا آیت الله علی خامنه به گاه لزوم محبوب قلوب همه اقشار جامعه ایرانی هستند و به نحوی از آنها میکوشد که بگوید مثلا از خانم های کم حجابی که در روزهای عادی اینها رو در ماشینهای ون میذارن و با ضرب و زور و شکنجه به بازداشتگاه ها میکشونند میخوان اینجوری به جهانیان اعلام کنند که مثلا نظام فقیهان کاست فقها ها و نظام نظامیان اینقدر مدارا دارند که این خانم ها رو هم میپذیرند که به حاج قاسم مثلا اظهار مهر و ارادت میکنند البته قطعا بیشین شهروندان و بیشین شما افکار عمومی آگاه هستید از نظام تقیه کار فقه ها همه چیز برمی آید سازماندهی کردن او در شرایط ویژه مخصوصا پس از جنبش سبز و به همکاری گرفتن برخی از زندانیان طبع کار یا به گاه لزوم بسان چون شرایطی چه بسا البته الزامن این گونه نیست فقط چه بسا گزاره های احتمالی در دنیای نظام های بسته و خودکامه هست که همه چیز متصور و محتمل هست چه بسا با سازماندهی شدن برقی از این دختران آسیبپذیر، دختران خیابانی زنان جوانی که در خانه های افاف آقایان گیر افتاده باشند به گاه لزوم اینها رو هم به خیابان میکشانند تا فقیه حاکم به تعبیری حاکم شر مشروعیت بیشتری بیابد خبرها و نظرها را از دفتر شامگاهی صفحه یک میبینید در دقایق پایانی بایستی اشاره کنم که فضای ایران لحظه به لحظه به لحاظ تریبونی البته نظامی تر میشود رسانه های رسمی دست به انتشار مارش های نظامی میزنند و سردار سلامی هم در مراسم امروز برای آقای قاسم سلیمانی گفت که این هنوز اول کار هست و انتقام میگیریم انتقام سخت اما شما فعلا آرام باشید بسیار تریبون پرتنش هست نسبت به این مقوله گوشه ای از اظهارات آقای سردار سلامی رو میبینیم برمیگردم انتقام میگیریم انتقام میگیریم سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده مطمئن باشید آرام باشید همه این تهدید و تشرهای نظامیان و تریبونداران در حالی است که مجلسیان جمهوری اسلامی همگویی یا پنتاگون رو محکوم کردند و یه 200 میلیون دلاری هم برای نیروی قدس سپاه افزودند علی لاریجانی در اظهار موضعی گفت امروز با این اقدام صفاکانه آمریکا که علنا آقای ترام مسئولیت رو پذیرفت و پنتاگون هم رسما عملیات رو بر عهده گرفت کلیه اعضای پنتاگون و شرکت ها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران و عاملان شهادت سردار سفه شهید حاج قاسم سلیمانی رو ما جزء نیروهای تروریست محسوب خواهیم کرد حسب این گزارش نمایندگان مجلس ایران در جلسه ای امروز سهشنبه سه فوریت طرحی رو تصویب کرده بودند که بر اساس آن پنتاگون و شرکت ها و مؤسسات وابسته به با آن تروریستی دانسته می شوند این ترک اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا بود ارائه شد با اکثریت آرا نیز به تصویب رسید اعضای شورای نگهبان که در جلسه امروز مجلس حاضر بودند این مصوبه رو تایید کردند بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که این طرح هم از اونجا نشأت میگیرد که قطعا آگاهی دارید که خب قبلا فرماندهی مرکزی آمریکا در این منطقه یعنی سنت کام به نحوی نیروها و سازمانهایی که تحت امر سپاه پاسداران باشن یا به نحوی با این نهاد نظامی تعامل داشته باشن اونها رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده بود که به جمهوری اسلامی فعلا در یک اقدامی متقابل سعی کرد که پنتاگون رو که چون آقای قاسم سلیمانی رو پنتاگون و پهپادهای پنتاگون به طور مشخص مورد هدف قرار دادن سعی کرد اونها رو تروریستی بنامد اما از اینکه چه مکانیزم کاری در دست جمهوری اسلامی است که بتواند بر پنتاگون جهان مثلا اعمال فشار کند خب بیشتر شبیه همون دیگه رجسخانی های متعارف است که دیگه خیلی تازگی ندارد آقای شمخانی هم اشاره کرد که 13 سناریوی انتقام از آمریکا رو بررسی کردند که البته خب عمده افکار عمومی با بی محض به این ماجرا نگاه میکنند چرا که قطعا جمهوری اسلامی رو یارای رویارویی با ارتش ایالات متحده امریکا نخواهد بود از جمله موضوعات دیگری که بر صدر بسیاری از رسانه ها بود و رسانه های جمهوری اسلامی هم خیلی نسبت به این مقوله اظهار شادمانی کرده بودند همانا تصویب طرحی در پارلمان عراق بوده که گویا در یک حرکت خشمالود یا تحت تاثیر گروه های شبه نظامی وفادار به جمهوری اسلامی طبعا تحت تاثیر هشت و شبیه ها و اصائب اهل حق و کتائبی ها پارلمان عراق مجبور شد در قیاب نمایندگان اصلی نمایندگان سنی نمایندگان کرد مجلس ناگزیر شده که حالا تغییر رو نیمه جان مسبب کند مبنی بر این که مثلا ائتلاف نباید قاسم سلیمانی رو میزد حالا دیگه ما باشون کاری نداریم و از این کشور بایستی برند هرچند میدیدم که وزیر دفاع امریکا در یک واکنشی گفته که هیچ طرحی برای خروج از عراق فعلا ندارند شایعات روی این موضوع بسیار زیاد بوده و جمهوری اسلامی به تعبیری این رو مهمترین دستاورد خون قاسم سلیمانی خوانده بود که این اولین تحقیر مثلا ایالات متحده امریکاست مطلب حول این موضوع بسیار بیشمار هست و وقت من در همین لحظه از زمان به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دگر و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بانداد روشن آسمان آبی بدرود